سلام و درود بینندگانی گرامی امروز 20 دکبر سال 2022 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد با ما بمانید زوقی بیگ سید امینی در زندان بیمار شده است استانیسلاو زاس افغانستان را برای تاجیکستان منبع خطر نامید دوشنبه میزبانی مسابقات جهانی گرند پری می شود روزنامه‌نگاری زندانی تاجیک زوقبیگ سعیدامینی که ماهی نوامبر به 7 سال زندان محکوم شد در زندان بیمار شده است در این باره پیوندان او خبر دادند از جمله برادر این روزنامه‌نگاری شناخته تاجیک سینا سعیدامینی در صفحه فیسبوکی اش نوشت که برادر یتیم پرورم بیمار است سینا امینی می می‌افزاید برادرم زوقبیگ سعیدامینی سال 2008 در روسیه از بومی یک خانه دو آشیونه افتیده بود و сутунмӯҳрааш лад хӯрда буд ба қавли ӯ он замон духтурҳо тавсияаш дода буданд ки то ду соат дар як ҳолат наистад яъне набояд то ду соат якҷо бинишинад ё ростистад бояд ҳолатҳояшро иваз кунад вале чун ҳамагон медонанд ки дар сизо дар як шабона рӯз ҳамагӣ барои чанд дақиқа инсонҳоро ба берун мебароранду халос در یک حالت تمام روز و شب که نزدیک شش ماه می شود برادرش قرار دارد به سلامتیش ضرر کرده است. با تحکیل سینا امینی برادر زندانیش از درد ستون مهره و صبر رنج می کشد. کمر و پایهاش هم سخت درد می کنند و تمام شب و روز قریب به خوبی می کشد. در همین حال برادر این روزنامه‌نگار زندانی خبر داده است که زوقی بیگ امینی را аз боздоштгоҳи муваққатӣ ба зиндони воқеъ дар маҳаллаи маъруф ба якум советский шаҳри душанбе интиқол доданд дар охир сино саидаминӣ навиштааст ки дар ҳаққи бародари ятимпарварам бо дуо бошед ки аллоҳ шифои комило оҷилаш бидиҳад ва ҳарчи зудтар озодаш кунад хабари бемории завқибек саидаминӣ дар зиндон дар ҳолест ки субҳи 17и декабри соли 2022 вазъи саломатии ҷаолудини маҳмуд узви зиндонии раёсати олии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон و ده ها زندانی دیگر بر اثر خروج بیماری شدید اپیدمی یک بار در زندان بد شده بود. مسئولین زندان خنوک نظری کرده در رساندن کمک های اولیه تیبی و آنها تاخیر کردند. وقت سلامتی جاودین محمود از حد زیاد وزنین و با دچار دوچار شد او را به بیمارستان انتقال دادند. خنوک نظری مسئولین زندان ها باری اول نیست که رسانه می شود. در گذشته این عملی مسئولین زندان ها باعث مرگ محبوسان گشته بود. گفته میشه از زندان های تاجیکستان با دختران متخصص و دارواری تامین نیستند از همین خاطر خانواده های زندانی ها مجبور میشن بر نزدیکانشان دارو و حتی از بیرون دختر برند منصور جان عمرف سردار سرایوسط اجرای جزای جنایتی در یک صحبتش با رادیو آزادی کم بودی بعضی نمودی داروها رو در زندان ها تصدیق کرده گفته بود که نه همه داروها در مؤسسه های اصلاحی است از این خاطر خیش و تبار بیمار برای آنها داروهایی که اینجا نیست мефиристанд ҳатто гузоришгари вежаи созмони милали муттаҳид мэри лоулер баъд аз мулоқот бо далери имомалӣ ва абдулло ғурбатӣ гуфта буд ки ин ду рӯзноманигор ба пизишк ва муоинаи тиббӣ ниёз доранд ёдовар мешавем ки завқибек саидаминӣ ҳштуи июли соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати корҳои дохилия дар шаҳри ваҳдат боздошт шуд баъдан додгоҳи ноҳия исмоили сомонӣ ӯро ба ҳамкорӣ бо ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва гурӯҳи бтчо гунаҳгор кард خودش در مرافیه ها گفته بود که به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست و از دادگاه دوشنبه خواسته بود حکم را بیکار کند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 اتهامات نسبت سعید امینی را ساخته نامیده بودند مقامات تاجیکستان در پی یک عملیات مخصوص تابستانی سال جاری چند روزنامه‌نگار از جمله عبدالله غربتی دلیر امام علی عبدالستار پیر محمدزاده زاوقی بیگ سید امینی محمدی سلطان محمد سلطان الفتخانی محمدچای و خوشام غلام و چند نفر دیگر را بازداشت کردند بازداشت این روزنامه‌نگاران تاجیک را های حقوقی و حمایه روزنامه‌نگاران محکوم کرده بارها آزادی به چون و چرای آنها را از حکومت تاجیکستان طلب کردند ولی مقامات تاجیک مثل همیشه این درخواست ها را نادیده گرفتند سازمان پیمان اهنامه دست جمعی است که افغانستان برای تاجیکستان همچون یک منبع خطر ارزیابی می شود دبیری کلی سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی استانیسلاف میگوید از بس که افغانستان برای کشورهای عضو این سازمان اصلا برای تاجیکستان همچون یک منبع خطر است ما به تحکیم امنیتی مرزهای جنوبی تاجیکستان اهمیت خاص میدیم با گفته او هرچند عملا در حال حاضر خطری حمله مستقیم از افغانستان وجود ندارد اما چالش که قبلا بودند به مثل تهدیدهای تروریستی قاچاق مواد مخدر افرادگرایی باقی ماندند بنابر این زست انجامی انجام کار در طرح برنامه مقصدناک بین المللی سازمان پیمان امنیت دستجمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان را مهم خونده است این نقطه را وی ضمن نشست خبری بخشیده به نتیجه فعالیت این سازمان در سال 2022 و, و نتیجه اجلاسیه نوبتی شورای امنیت دست جمعی در یریوان اظهار داشت دبیر کل این سازمان در حال افغانستان و منبع خطر برای تاجیکستان می نامد که حکومت کشور برای تحکیم مرز با افغانستان از امریکا و اروپا ای روسیه و خیتای و دیگر کشورها و سازمانها تکنیک و مبلغهای هنگفت به دست آورده است اینچنین استانیسلاو زاس در این نشست از نزاهای مرزی بین تاجیکستان و خریستان گفت و تاکید کرد که سازمان پیمان امنیت دستجمی در حالت ضروری در حالی مناقشه مرزی دو کشور کمک خواهد کرد زاس همچنین گفت که در حال حاضر مسئله پایوستن اعضای نو به این سازمان مطرح نیست و تاکید کرده است که ما باید نه برای مقدار باکه برای صفت کار کنیم. در همین حال در این نشست دبیری کلی سازمان پایمانی امنیتی دستجامی گفته است کارها برای تحکیمی همکاری ها با چین ادامه دارن ولی درباره برای چگونه همکاری ها خبر دادن نشده است. гуфта мешавад се соли фаъолияти станислав зас ба ҳайси дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамӣ аввали моҳи январи соли 2023 ба анҷом мерасад ва ба ҷои ӯ имангали тасмагамбетов собиқ сарвазир вазири дифоъ ва раиси шаҳрҳои остона ва алмато ба кор меояд созмони паймони амнияти дастаҷамии соли 1992 таъсис ёфта 6ш давлат арманистон беларус қазоқистон қирғизистон русия ва тоҷикистон ба ин созмон шомиланд با سبب رشد کردن جودا در تاجیکستان تا بیستانی سالی آینده شهر دوشنبه میزبانی مسابقات جهانی گرام پری می شود. بینا با اطلاع سامانه فدرات بینامیلالی جودا دویومی ایونی سال 2023 پایتخت تاجیکستان شری دوشنبه میزبانی جامی مسابقات گراند پریز دوشنبه دو 2023 می گردد. در نظر است برای اشتراک در این مسابقات دو روزه حدود 300 نفر از جداکاران شناخته از سی کشور دنیا برای دریافت امتیازها و راحت گرفتن به بازی های المپیک به شهر دوشنبه تشریف بیارند گفته می شود تاجیکستان بار این نخست میزبان چنین یک مسابقات سطح جهانی در رشته جودا میگردد جدا یکی از های رشد کرده و محبوبی خیلی از ورزشکارانی تاجیکستانی میباشد اینجا رسیدن به پایانی خبرهای امروزه بینندگان عزیز می توانید فصل و اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از تی وی پیگیری و مطالعه کنید ابونه شدن در شبکه یوتیوب اینستاگرام و تیک تاک از تی وی را نیز فراموش نسازید خیر تا دیدار خدا نگهدار